به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دزد، تا قاضی دزد، تا وزیر دزد، تا رئیس جمهور دزد. این دزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص‌تر بشه، برای اینکه دزدی که اینا میکنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده ده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یهو مثلا 10-15 هزار نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یهو سال 67 نصفی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمیکنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمیکنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش اللهو قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار، محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمدن، جانشینن. بعد تقسیم کردن این اسلام رو، اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دوز سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسه اش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه، و اینا اسلامه. این ویروس اسلامه که 1400 سال تو بدن ماست. با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگی آقا بفهم، گردنتو میزنه، میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم. نه تو گفتی، من حالا باید بشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون، ندید. ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن، دوست دارن به رهبراشون اون چیز میزار رو حواله بدن، میدن، حالشون نیست. ایمان داره، ایمان، ایمان، ایمان به اون داره، اونم ایمان به الله داره. یه عده‌ای هم ایمان به الله زیرزمینی دارن، میرن سر چا میخوابن و وصل میشن، آخوندا میرن خودشون چا میزنن، مثل که نفت میخوان در بیارن،
یه چا اینجا میزنن، یه چا اونجا میزنن، صبح به صبح هم میرن تای چا، میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذارین یه شعر از هادی خرسندی براتون بخونم. هادی خرسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه، خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم، هممون اشتباه کردیم، خود من هزار تا اشتباه کردم. ولی آدم باید شهامت شو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه، انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. نه، هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار هاشا بلنده. اینا مگه بگی مجاهدین بعدش میاد؟ نباید بگی، خب کرد که کرد. من تلویزیوناشون رو گوش میدم و من زیاد علاقه ای به اینا ندارم. من پریروز نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن. شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همین مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار. جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم، مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی عیساست، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست. شعر براش درست میکردن. همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله، اینا همه مال اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب، این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اصل قضیه این کثافتی است که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو، اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره ور از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل که یکیش نیست، ببخشید، من آره یک صفحش نیست،
اینجا نخیر یک صفحش نیست، بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همش رو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دوه شوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خریمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر زجری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود، محکوم ز هر گونه حقوق بشری شد. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد. درود بر شما، آدم درستی حرفش رو زده، ولی بعضی ها حاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. توده یا میگن مردم نمیفهمند، ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن، محالیدم مجاهدینم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجان مجاهدینن. موسی میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمیکنه فقط یه بت باید داشته باشیم، میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجبی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجبی رفته پیش امام زمان، نیست کسی هم از اون آدم، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن، یه نفر سوال نمیکنه آقای رجبی کجاست. دیکتاتوریه، حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هر چی بت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال 2 سال پیش، مثل که اشرف بود یا جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم اینقدر می اومدن و سر صدا میکردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کارو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا 2 تا مجاهد شروع میکنم به من فحش دادن و چشکالی نداره، چون من میفهمم که این فحش مجاهده، این فحش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجع به مجاهدین حرف، من راجبشون حرف میزنم، بدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. آه نباید تو بگی، تو بی خود میکنی راجع به مریم رجبی حرف بزنی. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. به اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته،
حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم. قرآن من نمیخونم، قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری، من به هشمی بهش میگم بابا جون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا میومد؟ اگه خدا نبود این خدا حساب و کتاب داره کارش از کجا میومد؟ خیلی خوب همینا درست، پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا اومده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب من همون رو قبول دارم. نخیر تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش. باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه. خیلی کسا میخوان روی تلفن با هم بحث کنن، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجور گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. آه حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم من. بعد گرفتاری پیدا میشه. منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرن. آینه گرفتم برمیگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده میره. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. عده‌ای هستند، فوکلی هستند، غیر فوکلی هستند، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا بروجردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟
میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوب است، برید ازش بپرسید زندگی تو چه جور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چه جوری کرایه خونت رو میدی، چه جوری خونه میخری، چه جوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم. شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از اینکه ما حاصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمکه و زندگی میکنه. آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی، ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمان ها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم، یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمش رو میگرفت یا میرفت مدرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکرد. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتی هایی که بی پدر مادرن یا بابا ننه مردن یا اینکه بابا ننه شون پول ندارن اینا رو نگه دارن، ده دوازده سالگی اینا رو میفرستن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترا رد میشن و به همشون بدون استثنا تجاوز میشه، که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه، همه آخوندها به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیاد دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد انگل مردم باشه تا بعد از مرگ. تو بچت به دنیا بیاد، آخوند میاد تو گوشش، از اون میگه تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمیکنه، آخوند سربازی نمیره، آخوند بار سنگین بلند نمیکنه. سه تا کتاب بده دست آخوند، یکی یکی میبره اون اتاق. آخوند سنگین ترین چیزی که تو زندگیش بلند میکنه، بعد از اینکه از اون دالونی که میگم زانواش زخم میشه رد میشه، تو اون دالون خیلی چیزای سنگین بلند میکنه، بعد از اون سنگین ترین چیزی که آخوند بلند میکنه آفتابه ایست که تو آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا، تو آفتابهشو آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید، یک درسی بذارید انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام.
اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود، خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجبی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حادث جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کسافت، قطبزاده خودخواه زیادیخواه نفع، بنیستگ وطن فروش و بقیه روشنفکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر. ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجی هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون، باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران به جز دروغ گویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغالم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبل شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینایی که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید هر جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم، روی سخنم با مجاهدینه. میتونیم مارکسیست بشیم، میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم، میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست تکون میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد، من همینجا که هستم میمونم، کاری به کار هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین رو اداره میکنه، با اون سیستمی که داره ایران رو اداره میکنه، بگی بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن. حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیل این نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد.
من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم، همش عقاید خودم رو میگم. من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها، آقایون، با فوش دادن من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال. یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کثافت رو از تنم در میارم، میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده هنوزم که هنوزه مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. یک کسی میخواد به دینی، مذهبی و هرچی اعتقاد داشته باشه، احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی، حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا. بعضیشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرمای خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژیمی میرفتن، پرچمشون رو خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارا قشنگ بود. ولی من با دیکتاتوری مخالفم. مال هر کی میخواد باشه باشه. من بت ندارم. اگر بتونیم ما بت پرستی رو از مغزمون بیرون کنیم، بت شکستن کار رو تموم نمیکنه. بت پرست ما هستیم. ما از هر چیزی بت میسازیم. محمد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمیبینیمش، اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت رو همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده ای یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه، اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی. 1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسش قصه درست کردن که موسی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال. تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف میشدن 70 نفر. صرف 430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزهای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو بین می برن. حالا اینی که گفتم، من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بدمون میاد، بگو یهودی. چشم، ببخشید آقای جهود، عذر میخوام از شما. یهودی، کلیمی، هرچی شما میگی. ماهیت قضیه، اینا میگن جویش، به اینا چی میگی؟ امریکایی ها
وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش، حرف بدیه. و شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم، یه خورده دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عذر میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه، به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، یه قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 430 نفر، 70 نفر بودن وقتی مهاجرت کردن. بعد حرفای زیادی وسط این کار هست، قصه ابراهیم و قصه یعقوب. خب اینا رو همه رو تو تورات من خوندم، اینا رو اختراع نکردم. بعد همه اینا رو میگم چون ام الکتابونه، اگه اون نبود نه کتاب مسیحی ها بود نه کتاب مسلمونا. 70% این کتاب از روی تورات قصه هاش نوشته شده، تو این کتاب جمع آوری شده داستان ها و قصص قرآن. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیزو میشه عوض کرد با دیپلماسی، میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجوی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوس و ریشپن میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند، ما گرفتار امام زمانیم، ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر. بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رفت توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده، و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتا هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بنده رو میکن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم. وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. به آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغی شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ میشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، فکر کرده بود. من تو فکر نمی کنیم، میگیم به حضرت سوار
الاغ شد، براق اسمش بود و دو ترکه، چون جبریلم ترکش نشسته بود. رفت طبقه اول، دق 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 جیه در وا کردن. هرچی دروغ گنده تر باشه ما راحت تر باور میکنیم. حالا اون کسی که باور کرده بهش بگو آقا راجب این موضوع فکر کن، فوش خواهر و مادر، پایین تنش یه هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. گفتم فکر کن. یارو دمر رو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخوای بفهمی؟ زور من ندارم با کسی. فوش میخوای بدی، هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هرچی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید. اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای مسعود آقای هادی خرسندی گفته، چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده. اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر میکنی، میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدزدیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد، خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی. این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیره‌ای پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادم، وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید. البته بدیای احمدی نژاد رو گفته، یا انتری نژاد رو میگه، در دولت انتری نژاد، اون احمدی نوشته، اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد. نه، در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست را رفتن از 1400 سال پیش، از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی
پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید، فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد فقط، چون امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخورا، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن، از ترکستان اومدن، اونا اومدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذارم. تحریم های امریکا شروع شد، اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد، اون حقه بازی میکرد که میگفتش که ما همه که با اون یارو البرادعی هم ساخته بود، با هم دیگه میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد، راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نجات شد. قیمت پودر لباسشویی 3 برابر شد، قیمت برنج هم که دست نخورد، حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشبند. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه، اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون. وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد، کردانیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید، زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد، دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه عفاف گرفتند، نماز جماعت می خوند، یا نماز جماعت می خوند، زنها رو لخ کرده بود، می گفت بخونیم. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه. این حوری خونه رو ورشته بود و ورده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنم، خودش خدا شده بود حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد، خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک، محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن، من براشون کردم. ساعت من مثل این که 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند، خب این فکر کرده حوری خونه قلمان هم توش داره، گفته همینجا من قلمان خونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تا
تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول بازگه بیاد اون چی کار میکنه؟ چه غلطی میکنه؟ اینایی که دوزیدن دوزی ها رو جمع میکنن میرن اون دوباره میاد دوزی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدید میاره اونا شروع کنن دوزیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دزدیه. الله حلال کرده از نظر شرعی این دزدی ها که اینا دارن میکنن حلاله. شما فکر میکنین اون رفسنجانی دزد که قیافش مثل خوک شده اون فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یه چیزیه که هر که هر کاری دلش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدند در زیرزمین خانهشان انرژی هسته‌ای بسازند. استادان دانشگاه مخالف دولت اجباراً بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تهش میخواد جارو بکنه خاتمی. کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن، بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده. رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد. همون جایی که رفته بود و مهتابی فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره. خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید، به من کمک بکنید. نمیخواید کمک بکنید نکنید. همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزها بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای 30 دلار به من داده توی پیپال. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که 3 دلار به من میده یعنی هیچی نداره، خودشو هرچی تونسته به خودش فشار آورده، همین 3 دلار رو داشته داده. تو که دستت میرسه بیشتر این کارو بکن، به من اینقدر فشار نیاد. من دوست ندارم بگم. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، هر چی میتونیم این خرد رو گسترده تر بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.